دستورالعمل‌های سازمان جهانی صحت به زنان توصیه می‌کند تا 6 ماه اول پس از تولد طفل نوزادشان را فقط با شیر مادر تغذیه کنند و تا 24 ماهگی با غذاهای جامد آن را ادامه دهند. مزایای سلامتی و صحی بودن تغذیه با شیر مادر به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است که باعث کاهش نفس تنگی، مشکل چاقی و شکر در نزد کودکان می گردد. مطالعه که اخیراً در مجله صحی بریتانیا نشر شده است و وضعیت زنان را در ویلز که بین سالهای 2018 تا 2021 طفل به دنیا آورده بررسی کردند، نشان می دهد که آمار شیردهی کودکان توسط مادرانشان از 16.6% و 20.5% در سال 2020 هنگام قرنطینه کرونا افزایش یافته است. می دانم که در طول همگیری موارد مانند کمبود شیر خشک برای نوزادان وجود داشت. بنابراین ممکن والدین به این موضوع دقت کرده و تصمیم گرفتن تا با شیر دادن به کودکانشان ادامه دهند. یک جنبه موضوع است. جنبه دیگه آن است که همه بیشتر در خانه میماندیم و به دفاتر نمی رفتیم. بنابراین مردم فشار کمتری بر انجام کارها داشتند. همین دلایل در طول همگیری کرونا به مادران کمک کرد تا با شیر مادر اطفالشان را تغذیه کنند. خانم واتسون در طول دوران مسلکی خود به مادران زیادی کمک کرده است تا کودکانشان را با شیر مادر تغذیه کنند. فکر می کنم بخش بزرگی از آن ضرب المثل است که می گویند که بزرگ کردن یک کودک به مانند آباد کردن یک شهر است. دیگر به حال بسیاری صدق نمی کند. رقم بسیار کم از مردم شهر دارند و کودکانشان را با تغذیه شیر مادر بزرگ می کنند. تغذیه کودک با شیر خشک یا شیر مادر کار سخت است. ما با آبادی آن شهر نیاز داریم. فشارهای اقتصادی در طول بحران مصارف زندگی عامل دیگری است که باید در نظر گرفته شود. البته شیر مادر ارزان تر از شیر خشک می باشد و صندوق وجهی کودکان ملل متحد یونیسف اخیراً گزارشی را منتشر کرده است که نشان می دهد چگونه قیمت شیر خشک از تورم اقتصادی بالا رفته است. با این حال، یک اقتصاد پایین تر می تواند برخی از مادران را برای بازگشت زود هنگام به کار تحت فشار قرار دهد. پمپ های شیرکش برای مادران وجود دارد که مادران می توانند به راحتی از آن استفاده کنند، زیرا می توانند که آن را در حین انجام کارهای دیگر بپوشند و به طور نرمال کارهایشان را انجام دهند. انجی ویلز از سالهایی که با عنوان قابله کار کرده است و در مورد این مسائل صحبت می کند، فکر می کند که نگرش اجتماعی بریتانیا نسبت به شیردهی باید تغییر کند. خانم ویلز باور دارد که اکثر مردم در بریتانیا شیردهی برای نوزادان را می پذیرند، اما زمانی که آنها شروع به بزرگتر شدن می کند، فشار بر زنان برای توقف آن وجود دارد و اینجاست که مادران شیر خشک را انتخاب می کنند. اگرچه سازمان جهانی صحت توصیه می کند که کودک باید تا سن 2 سالگی با شیر مادر تغذیه شود. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.